به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به همه شما مهربانان، درود به بینندگان شبکه تیوانوا. امشب 9 خرداد 1399 در شهر زیبای یزد هستیم، در باغ صدری تفت. همطور که میدونین امشب کنسرت گروه مسیحا هست به خوانندگی آقای بامداد فلاحتی و رهبری ارکستر جناب آقای مجتبی حبیبی. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم یک تشکری باید بکنیم از مسئولین شهر یزد که این فضا رو فراهم آوردن، به هم کاری هم ارشاد یزد و هم انجمن موسیقی یزد. و یک خواهشی هم بکنیم از شهرداران، استانداران و مسئولین شهرهای دیگه، در این ایامی که کرونا کمی این دیدابازدیدها و جمع شدنها رو کم کرده، ما میتونیم در هر کدوم از شهرهای کشورمون هم دور هم جمع بشیم، هم گروه های موسیقی اون شهر رو در کنار هم بیاریم و هم از اماکن تاریخی و گردشگری اون شهر تبلیغی رو داشته باشیم در شبکه تیوانوا. من قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم یک توضیح راجع به این باغ زیبا بدم. در باغ صدری تفت که فکر میکنم سال 1379 به ثبت ملی رسیده این باغ، یک حوضی وجود داره پشت سر من، اگه بچه های تصویر نشون بدن، یک حوض به مساحت 500 متر داره، بادگیر دو طبقهی داره که فکر میکنم دومی یا سومی بادگیر بلند ایرانه و مساحت این باغ هم 19,000 متر مربعه که در نوع خودش بی نظیره. آقای حبیبی اجازه میدین که یک صحبتی رو با شما داشته باشیم و بعد هم اجرا کنیم. بفرمایید. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و خدمت همه عزیزانی که ما رو از قاب موبایل یا کامپیوترشون می‌بینن. خیلی ممنون که اشاره کردین. من توضیح هم بدم که این برنامه رو هم میتونین از طریق وبسایت تیوا tva.tv و هم از اپلیکیشن های تیوا چه برای اندروید و چه iOS استفاده کنین. خب آیا حبیبی لطف میکنی راجع به قطعاتی که قراره اجرا کنی صحبت کنید؟ بله خواهش میکنم. قطعاتی هستن، یه بخشی عمده از قطعات قطعاتی هست که با آهنگسازی بنده و تنظیم بنده خدمتون ارائه خواهد شد، با اشعاری از هما میرافشار، الهه قمشه‌ای و جناب علیرضا بدیع عزیز و یه سری از کارهای نوستالژی که با تنظیم جدید امشب خدمتون ارائه میکنم. با توجه اینکه امشب ما یک کنسرت داریم، من زیاد صحبت نکنم راجع به بحث جزئیات، فقط اگر که تشکری هست و صحبتی راجع به مسئولین شهر هست بفرمایید. بله حتما. اول تشکر میکنم از جناب مهندس عباس ملا زینعلی، ریاست محترم سازمان فرهنگ اجتماعی ورزشی شهرداری، که با انجمن موسیقی مشارکت کردن توی برگزاری این کنسرت و همه عزیزانی که ما رو یاری دادن، از مدیر کل محترم اداره ارشاد استانی از جناب آقای جوادیان زاده، جناب احمد زاکری بسیار بسیار زحمت کشیدن، مدیر اداره شهرستان تفت، مدیریت باغ صدری جناب آقای ملا نوری، جناب آقای نبیل مدیریت منشیر ممالک و دوستان عزیز دیگه ای که ما رو در برگزاری هرچه بهتر این مراسم یاری کردن، جناب مهندس بیک نازنین، گروه پیشتازان صدای برتر، جناب جواد دهخان نازنین مدیر در حقیقت شرکت فیلم سازی سولز و فکر میکنم من یاد داشت کردم که اگر دیگه عزیز دیگه نیست و همه عزیزان دیگه ای که ما رو یاری دادن و مهمتر از اون اعضای محترم ارکستر مسیحا که با جون دل خدمتون هستن. سپاس فراوان. من البته از آقای فلاحتی میخوام که بعدا تک دوستان رو معرفی کنن. ممنون آقای حبیبی، خیلی لطف کردین. میریم که آماده بشیم برای اجرا و من از آقای بامداد فلاحتی خواننده گروه مسیحا خواهش میکنم که تشریف بیارن. بنده عرض ادب و احترام محضر یکان یکان شما خوبان و عزیزان، خوشحالم و به خود میبالم که حدیر هم در کنار گروه خوب مسیحا، یکی از برگزار کننده های شبهای موسیقی و شبهای که در این دوران همه در
منزل به سر میبرم. این افتخارم نصیب من شد که در خدمت شما عزیزان باشم. آقای مهابادی نازنین لطف دارم به عقیر، اگه اجازه بفرمایید من برای هر کدوم از کارها بعدش اگر مشخصه یا رزومه ای داشت خدمتتون معرفی میکنم، ولی معرفی تک تک عزیزان رو میذارم اونجوری که شایسته و بایستش هست جناب آقای مشتبه خان حبیبی معرفی بفرمایم. در خدمت شما هستیم. همه عزیزان میدانید احتیاج به گفتن نیست، مشکلات زیاده تا این لحظه ای که بنده اینجا بایستم یا تک تک دوستان اینجا بشینن بخوان ساز بنوازن. قرار بود چند تا صندلی خالی هم اینجا باشه که برنامه عوض شد تا لحظه آخر، ولی خب دلیلش رو اگر عمری بود و تا آخر برنامه زنده بودم شاید خدمت عزیزان عرض کنم. به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وس بکوشم. اینکه دکور و اینا رو ستاره ها رو حوض حیات و پر عطر ماه کن. بهار داره به درون کوبه انگار، سفره های ترمه رو رو به راه کن. نگونه تازه اومده نگاه کن. اونا که خشت اولا گذاشتن اسم تو رو شهر خدا گذاشتن، خش روی خش رشوندنت تا بهشت، اونایی که یه آم هوا تو داشتن. شهر تو رنج و ترمه و ترانه، یه آسمون بنوت عاشقانه، سفره خالیه پر از قناعت، شهر ستاره کاری زمونه. خشت مدارا و شکیب و همت، یه خشت محبت و یه خشت نجابت، با خشت علم و دانش و دیانت، یه شهر خشت خام سر طلا.
کجا میبری با بردن لیلای جان و دل مرا میبری ای ساروان کاروان لیلای من کجا میبری با بردن لیلای جان و دل مرا میبری ای ساروان کجا میبری لیلای من چرا میبری ای ساروان کجا میبری لیلای من چرا میبری پیمان ما تنها گواه ما شد خدا تا این جهان برخواب و این عشق ما بماند به جا در بستن پیمان ما تنها گواه ما شد خدا تا این جهان بر جا و این عشق ما بماند به جا ای کاروان کجا میره لیلای من چرا میبری ای ساروان کجا میره لیلای من چرا میبری دلم به دنیای فانی شراره عشقی که شد آسمان یاد یاری خوشا قطره عشق به سوز عشقی خوشا زندگان همیشه خدایا محبت دلها به دلها بماند به سان دل ما که لیلی و مجنون فسانه شود حکایت ما جاودانه شود لیلی و مجنون فسانه شود حکایت ما جاودانه شود تا اکنون زشمم گریزانی غمم راز چشمم نمیخوانی تا اکنون زشمم گریزانی غمم راز چشمم نمیخوانی از عاشقی تو از عاشقی تو از عاشقی چه
طرف دیوانه وارم میکشه زنجیر زلفش هر طرف دیوانه وارم میکشه با اشتیاق میبره میبره بی اختیارم میکشه برنامه لایو و زنده خوبیش به همین هست. Thank you.
یک نظر بر یار کرده، یار نالیدن گرفت، یک نظر بر یار کرده، یار نالیدن گرفت، یک نظر بر آب کردم، آب باریدن گرفت، آب باریدن گرفت، یک نظر بر باد، یک نظر بر باد کردم، باد رقصیدن گرفت، یک نظر بر thank you.
چه کنه گاهی اگر با تو نکنه دیوانه گری دیوانه دل من چه کنه گاهی مهربان تر می شوم در زندگانی هرچه سوزد این دل من این دل بیکینه من جان فشان تر می شوم در مهربانی شمی بی ارمانم وای بر من وای بر من در وفا افسانم وای بر من چه کنم
ترسم زبیدادت شبی مستان ساغر بشکنم. ترسم زبیدادت شبی مستان ساغر بشکنم. ترسم ز بیدادت شوی مستان ساغر بشکنم. بیگانه گردم از وفا عهد تو دیگر بشکنم. مستان ساغر بشکنم عهد تو دیگر بشکنم. سوزان شوم سرکش شوم چون شعله آتش شوم. سوزان شوم سرکش شوم عهدی که بستم از وفا می ترسم آخر بشکنم. عهدی که بستم از وفا می ترسم آخر بشکنم. می ترسم آخر چو جام لاله بیرون کشم از سینه. دل را چو جام لاله بیرون کشم از سینه. این دشمن دیرینه را با دیده تر بشکنم. چون چشمهای دل سیه در سینه ها غوغا کنم. قامت قیامت سازم و غوغای من شر بشکنم. سوزان شدم سرکش شدم عهدی که بستم از وفا می ترسم آخر بشکنم. عهدی که بستم از وفا می ترسم آخر بشکنم. می ترسم یک قطعه دیگه قسمت اول برنامه تمام میشه. قطعه اول که اجرا شد به نام خشت خشت تا بهشت، شعر از سکا خانم عالی مهرابی و به آهنگسازی و تنظیم دوست از اون آمدن جناب آقای مشتبه حبیبی. و قطعه که الان تقدیم میشه این قطعه هم به نام یزد هست، شعر جناب آقای مهدی قدکی با آهنگ و تنظیم جناب آقای حبیبی. امیدوارم که دوستان دوست داشته باشن، مخصوصا یزدی‌های عزیز، بدونن این دوتا کار رو فقط به افتخار و به احترام یزد اجرا می‌کنیم. شکوه بیکران ها بر بلندای زمان ها، ای دیار آریان، ای گوشه امن جهان،
رمز رویش راز جوشش هر میان نام تو دین و دانش صلح و سازش سایه پرهام تو مایه آرامش است مردمان ساده و ساده صمیمی و صبور کوچه هایت دردمند داغ های دور دور ای زلال زندگانی بر بنای قامتت ریشه دارد زندگی در های همتت صد فرو دارد جهان بر گفتمان عزتت شهر میراث جهانی شهر من ای است خب بخش اول در دستگاه همایون و آواز بیات اصفهان با قطعات یزد رو که معرفی کردم مابقی قطعات هم که از بانو هما میرافشار بود بازم به آهنگسازی و تنظیم جناب آقای حبیبی بخش دوم با یادی از دوست عزیز و سرور ارجمندم که متاسفانه مدت هاست در جاش واقعا در جمعمون خالی زنده یاد اسحاق انبر از آهنگسازان و یکی از صداهای خوب من که بسیار خاطرات خوبی دارم ازشون و بخش دوممون در دستگاه شور و آواز دشتی هست که تقدیم میشه به شما عزیزان انشالله که دوست داشته باشید در ضمن مثل همیشه همه خواننده ها همیشه سرماخورده هستند و آنفولانزا دارن ولی ما متاسفانه این دفعه واقعیت دارد به هر صورت دوستان عزیزم در گروه خوب مسیحا واقعا زحمت کشیدن و کم و کسری اگر جایی احساس شد مطمئن باشید چه کسی نفسی نمی کنم از حقیر هست که نتونستم خودم رو آماده کنم به این دوستان بزرگوار برسونم انشاءالله با انرژی مثبت شما بینندگان خوبی که در مجلس در منزل خودتون می نشینید و بیرون نمی آید تا انشاءالله این دوره کرونا هم تمام بشه با انرژی مثبتتون ما ادامه برنامه رو هم میریم دیگه مابقیش دیگه تا یار کرا خواهد و میلش بکه باشه Thank you.
شان تو تا تو هوا داره شوری از ره یاری مه به
شب تارم کند آینه داری. تو پیام آور مایی ز بهار تازه رو، به خدا دلبر مایی به دیار آرزو. تو پیام آور مایی ز بهار تازه رو، به خدا دلبر مایی به دیار آرزو. روشن شد از رویت شب تار و سیاهت، عشق تو میبخشد فروغی به نگارم. شم شد از رویت شب تار و سیاهه، عشق تو میبخشد فروغی به نگاه. فرمان دهی برهت جان ریزم، به خدا چون گرد ره زمیان برخیزم. تو اگر فرمان دهی برهت جان ریزم، به خدا چون گرد ره زمیان برخیزم. ز صفا گوید نگه گویای تو، دل من شد شادان ز نوازش های تو. به خدا خواهم سر فکنم در پای تو، دل من شد شادان ز نوازش های تو. به خدا خواهم سر فکنم در پای تو.
سخن است
البته همه قطعات جناب آقای حبیبی زیباست، ولی خب خود من نسبت به این کاری که میخواد الان پخش بشه و برگزار بشه برای شما عزیزان دوستان، شعری از دوست عزیز و ادیبم جناب آقای علیرضا بدیع با ملودی و تنظیم زیبای جناب آقای حبیبی، مطمئنم همه دوست خواهند داشت، مخصوصا عاشق ها.
ما اون دوتا رو کارمون رو میریم حالا اجرا. شما نمیتونی ضبط کنی؟ اشکال نداره. کدوت؟ اعضا رو معرفی کنم. خب امیدوارم که از اجرای امشب لذت برده باشید. من دوستان رو به رسم ادب معرفی میکنم تا بیشتر باشون آشنا بشید. اول که سپاسگزارم از جناب بامداد فلاحتی عزیز ببخشید که بسیار زحمت کشیدن، بسیار صداشون رو دوست دارم و افتخار ما و افتخار شهرمون هستن. افتخار جناب فلاحتی. من دوستان از این طرف معرفی میکنم جناب آرش ناصرالممار نوازنده پیانو. دوستان ذهی جناب سعید یوسفی، جناب سهیل میرجلیلی، جناب جلال شاکری، جناب علی عفیفیان، جناب سروش میرجلیلی، درست گفتم خانمتون؟ سروش حسینی عذرخواهی، جناب هانی سلطانی ها چند زیاد از آنها فراموش بودن، جناب نیما سعید مقدم، جناب امید فرشجی، جناب فرشید سعادتمند، جناب محمد نصیری زاده نوازنده دمدم و جیمبی و دف، جناب مهدی اکرمی، جناب امید حاجی زاده و جناب حامد نصیری زاده نوازنده تنبک. سازاشون هم دیگه معرفی نکردم که دیگه خیلی وقتتون رو نگرفته باشم. در حال خیلی ممنون از جناب بیک، جناب جواد دهخان عزیز و جناب بهبادی نازنی. خارم ولی گلاب ز من میتوان گرفت، خارم ولی گلاب ز من میتوان گرفت، از بس که بوی همدمی گل گرفتم. به افتخار خودتون، خدا نگهدار.